اختر ته زکه خوشحالیږم. اختر ته زکه خوشحالیږم چې مسافر جانان می کلی ته راځینه. اختر ته مونږ زکه خوشحالیږو چې مونږ هغه کسان پکې ګورو چې واقعا نه مو ویلدلی، یا هم د مصروفیتونو له لحاظه، یا هم په داسې وخت کې چې یو بل ته نه رسیږو، یا هم راځینه ډیر لري وي. نن هم بشیر احمد بیژن صاحب چې د خدمت گزارانو د ټولنې سرپرست دی، دا چې زه البته د دوی د نیم سره د دوی چیرې سره ډیر آشنا وم، خو خوشبختانه دا نن په ژوندۍ بڼه ګورم، نن ورسره خبرې کوم، او نن به ورسره د اختر په اړه باندې بیلابیل پوښتنې لرو. دته به ښه راغلاست وایي. سلام بر شما آقای بیژن و عیدتان مبارک. خدا کنه که عید خوب و خوش را آغاز کرده باشین. عید قربان است و من به قربان تو جان کنم امروز، دشواری مردن به خود آسان کنم امروز. دیر من ننکم پسر که تاست او ساسو گران همکار تا طولو استاس طولو همکارانو تا او استاسو دیدی تلویزیون لاره دی افغانستان طول معزز پتمن او مسلمان خلکو تا دزلل کمه دلوی اختر مبارکی وایم، او هیله کام چه دی وطن دی مظلوم خلکو دی دواغانو پواسته پا دی وطن که یو سوله او امن منسته راشی، او دی نفاق افغانانو او دی جاسوسانو اغا ناروا تجارت چه تر او سپوره دی وطن دی خلکو پسر روانو اغم دی وطن دی خلکو دی جوان نه او رو کشی. دیر مننه بیژن صاحب، کدر ته وایستین چې د دې دوو اخترونو نه مو نسبت د نورو اخترونو څخه څومره خوند واخیسته. په دې اخترونو کې اوربند و، ورورګلوي وه، مینه وه، څومره پکې خوشحاله وئ؟ خب افغانستان متاسفانه بیش حدودا 50 سال میشه که در آتش جنگ و بدبختی میسوزه. بحرانی که به هیچ عنوان مسئول ذهن مردم این سرزمین نبوده و مردم این سرزمین عاملش هم به هیچ عنوان نبوده، این بحران در مسیر منافع بیگانه ها به واسطه بیگانه ها به وجود آمده و از مردم افغانستان پیوسته قربانی میگیره. این کشور ویران شده، مردم این کشور سرگردان شده. حقیقت مسئله ای است که ما در گذشته ها از رویدادهای دینی و ملی چیزهایی را که بیاد داریم و یا شنیدیم از بزرگان خانواده، یک لذت و یک برداشت بسیار زیاد دلپذیر وجود داشت. متاسفانه در این اواخر همونطوری که میبینیم توطئه ها پای هم از مردم قربانی میگیره. راستش امور لذتی که در این رویدادها در گذشته بود در حال حاضر وجود نداره. همچنان بحث فقر و بیکاری که دامنش با گذشته هر روز افزوده میشه و خانواده هایی هستن که به بسیار مشکل میتونن یک وقت یا دو وقت نان را پیدا بکنن بکنن، واقعا لذت ایام عید یعنی رویدادهای ملی و دینی ما بسیار زیاد کاهش پیدا کرده. ما به همین خاطر در ابتدا و همیشه وقت دعا میکنیم و همیشه وقت به مردم افغانستان میگیم که بیدار شوین تا در وضعیت زندگیتان تغییر مثبت بیارین، چرا که حلقات بسیار ظالم و خدا ناترس در طول امتداد بحران بر سرنوشت سرزمین مسلط بوده که جز مزدوری به بیگانه ها، تاراجگری، دزدی، ظلم، استبداد هیچ کار دیگه نکردند. ما در نهاد خدمتگزاران کابل که از هویت کابل و کابلی ها نمایندگی میکنه
به همین خاطر به شدت برای بسیج مردم افغانستان تلاش میکنیم تا در قدم نخست فاصله که به واسطه برخی از جواسیس و مزدوران کشورهای ایران و پاکستان و کشورهای مختلف به وجود آمده، این فاصله ها را از بین ببریم و مردم با یک همبستگی سرتاسری در مسیر پایان دادن به مصیبت های موجود حرکت بدیم. یعنی ما برداشت کردیم که بدون انسجام مردم کشور ما به او خوشی هایی که در تاریخ گذشته داشتن بر نخواهند گشت. به همین خاطر ما میگیم که پشتون ای سرزمین، تاجیک ای سرزمین، هزاره ای سرزمین، هندو، سکه ای سرزمین، همه اعضای ای خانواده هستند. در اینجا هیچ کسی بیگانه نیست. به چهار تا آدم اوباش و حلقات مزدور فرصت ندین که اقوام معظم افغانستان یکی از دیگه جدا کنه. بسیار خوب. آقای میجان، ما در از گذشته هایتان میخواییم بر ما بگوین. اگرچه جوان هم هستین، پیشتر هم یادآوری کردین، بازم میشه از چند سال قبلتان، از امون مزه هایی که فعلا گفتین که در ایت ها نیست، از امون بر ما بگوین. خب ما نسل بحران هستیم. امی که سر بلند کردیم، همیشه در کشور ما بحران و مشکلات دیدیم، ولی با آن هم حداقل دو دهه قبل مزایای وجود داشت در رویدادهای بزرگ ملی، مذهبی و دینی در کشور ما، چون مردم از لحاظ اقتصادی در این حدی که امروز مشکل دارن مشکل نداشتن. خانواده ها، اطفال، کودک ها بسیار یک نمای بسیار دلچسب و دلپذیری را بخصوص در ایام عید به خودشان ایجاد می کردن که حداقل همون تماشای همون فضای کودک ها و جوان ها و نوجوان ها در محلات، در خانواده ها یا در تفریگاه ها بسیار زیاد اینمی ایام فرخنده هیده بر زیباییش و بر دلچسبیش می افزود. ما هم لااقل چیزهای خوشنود کننده را به یاد داریم از آوان نوجوانی به خصوص و جوانی. اونمو یادها و خاطره ها است که امروز ما را میبینیم با این مصیبت و با این غم و اندویی که در کشور ما با وجود آمده، رنج ما در حقیقت زیاد میشه. چون یک گذشته ای که اینقدر درد نبود، اینقدر پریشانی نبود، اینقدر ظلم و اینقدر استبداد و اینقدر بی‌عدالتی نبود، حداقل خانواده ها توانمندی شرکت کردن در مراسم های خوشی را می داشتند. اونو زمان ها را که بیاد میاریم و امروز خدا که می بینیم و امروز مردم خدا که می بینیم، واقعا بسیار زیاد مایوس میشیم. اون زمان کدام چیزی زیاد بیاد میاد؟ آیا از نشستن در سر سفره ها و یا همه که گشت و گذار با جمعی از دوست ها به خانه ها، یا کدام چیز دیگه بود که بایادت میای، یعنی افسوس میکنی که کاش همه وقت بر بگرده تا یک بازم؟ بخصوص موضوع اید، اید رمضان و اید قربان در سطح ولایات افغانستان به شیوه های مختلف تجلیل میشد، که تا جایی که برخی از ولایات ها را هم دیدیم بسیار زیاد تجلیل از این روز دلچسب و دلپذیر بوده، ولی در کابل یک روش استثنایی بود. مثلا در روز اولی عید در سطح خانواده یک فرد کلان سال می بود، یا به عنوان پدر کلان یا مادر کلان یا پدر یا مادر، تمامی امی خانواده در روز عید به هر آدرسی که می بودن در امو یک نقطه انسجام پیدا می کردن
یک بخشی از خانواده ها بود که از بس جمعیتشان زیاد بود گاهی طور فکر میکردیم که در این خانه ممکن کدام مراسم عروسی باشه یا نامزادی باشه این بسیار زیاد دلچسب بود جوانا از سطوح مختلف تعیین بود که کدام کارها را انجام میتن مثلا نوجوانا بیشتر در امو محیط خانه و خانوادهشان کاغذ پران بازی و باز لوازم تفریحی بود همیشه با او سرکار می داشتن ولی جوانا گروپ ها تنظیم می شد 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر اینا به اساس ابتکار خودشان هم در برخی از زیارت ها می رفتن برای زیارت هم نزد برخی از بزرگان خانواده و اقاربشان می رفتن و هم تفریگاه ها سینما ها بود فیلم های بسیار خوب به نمایش گذاشته می شد بعضی باغ ها بود پارک ها بود شهدا بود خیرخانه بود که در اینجا بازی های مختلف و ازدحام مردم خانواده ها جوان ها همگی یعنی مجموعی همی فضای شهر خودش یک تماشای بسیار دلچسب برای خودش ایجاد میکرد شما به هر مسیری که میرفتین گروه گروه از اطفال نوجوان ها جوان ها خانواده ها را با لباس های رنگارنگ با رفتارهای گوناگون میدیدین و در این مسیرها لوازم بازی مثل گاز و دولی و نمیفهم بعضی چیزهای دیگه یعنی همه امی فضای کابل با رنگهای بسیار دلپذیر و ازدهام سطوح مختلف که از کودکا تا جوانا تا بزرگسالا خانواده ها اینا شما در سرک ها میگشتین بسیار خوشتان میامد امی نمایی ده که در روز اید کابل به خود پیدا میکرد اما تماشای از او بسیار دلچسب بود خب آقای بیژن میشه یک خاطره جالبتان از روزهای اید بر ما بگوین خب خاطرات خود زیاد است یکان تا بیاد ماندنی میباشید البته یکی از خاطره هایی بود و معمول که در اید لباس نو به اطفال و به جوانا و نوجوانا خانواده ها در هر حالتش میگرفتن من یکی از خاطراتی که البته برای یک بار نید در چند مرحله یعنی در چند اید و کار را تکرار کردیم شبی که صبحش اید می بود اما بوت نوی را که برای من می خریدن بازمو شب به خاطر که فردا اید است اصلا خوف و در چشم ما نمی من همی بوت تا صبح من شاید 10 مرتبه رنگ می کردم و حتی تل بوت رنگ می کردم یعنی آمدن اید اینمه قدر جذابیت اینمه قدر انگیزه داشت بخصوص برای کودکا نوجوانا و جوانا و مجموع خانواده ها که در اینمی سطح برای ایام اید همه آمادگی می گرفت با امید ازی که یعنی دغه ورځی بیا تکرار شي او ماشومان په ما خوشحالی سره وکولی شي لاړ شي د خلکو کورونو ته هیڅ ډول د ویرې او غم تشویش ونه لرو مونږ او تاسو بیژن صاحب مونږ یو ګیم لرو راځئ نن د دې سیاسي برخې نه تیریږو یعنې ستاسو هغه اصلي ژوند و هغسې دغه ته ځو یو ګیم لرو تاسو فقط دا ګوشکیان پر غوږ باندې کیږدئ مونږ درته څه وایو فقط هغه راته وایه چې مونږ څه درته وویل دلته موزیک پلی کوو چې شی پلی کوو تاسو ته چې زمونږ غږ اورئ فقط زمونږ د الفاظو نه تاسو چې برداشت وکړئ امیدوارم شه بیا جایزه هم لري ده او جایزه هم لري ښه اولې دا سلو کمه ده اواز دواړه غوږونه کې شته بیژن صاحب چای دې خوړلی دومره مې واورېدل چې بیژن صاحب دې وویل چای دې خوړلې چای خوردین ښه بل درته وایم ډېر جګ ده اوس خو نشته دی نه اوس مال چای دې خوړلې
اوه ده سهر چای میسکلی سهر چای دیسکلی بیجان سیب ده اشرف غنی سر توم را مینه لاری والا نه لکه چه ناکامه شد ناکامه شد لکه نی چایزه دیگه تولا دیرو مهم نه بیجان سیب خوشحاله حسین زینی کسان دیده دی الفاظو نه ده شوندی چه خوری اگه دقا سوال آخر خیلی مهم بودم دست پان نتان سینجا مال چه بیجان سیب ده غنی ده زینو کرنو سر توم را مینه لاری پوی نشی بر من نه پوی متاسفانه پا دی اکلا دمره استعداد نلارم زینی روانش نسان رو پنی بپوید دیره منه نبی جان سب استاسو خمانه نکام استاسو دمکاران استاسو خمانه نکام او آخری خبر می داده چه دی اشبی و رز اختر زموش گران وطنوال پا خوشی ترکی او آرزو لارم چه دا وطن نجات پیدا که او مطمئنم یام نسل جوان که یک نیروی مطمئن است در کشور ما و یک قدرت هست و یک سرمایه هست ما یعنی تنامنه همه خانواده ها چشم و امید به جوان های این سرزمین دارن که اول خودشان از زیر تسلط قوم فروشان نجات بتن متحد شون نسل جوان قدرت نجات افغانستان از مصیبت موجود داره دیر من موضوع نجات افغانستان زنده باشه اختر مبارک وی او هیله ده د دې اختر په برکت سره د تاسو خبر یو هم در از دغه فکر چې څوک لزان سر لري د دې په همدې فکر باندې ژوند وکړي او نور د تعصب او هغه وطن فروشان نخلاص شي دهیوات پروان دیستونزی پیدا کرد دیره مننه خوشحاله باشی بیجان سر دیره مننه لطاستون هم چی تریده امرا سر ملتیا اکلا بشیر احمد بیجان ده خدمت گزارانو ده طولنی مشر را سر ملمو دی خیستی خبری مدر لود للی نو تاس امرا سر ملتیا اکلی بیلا بیل ملمانه نور هم لرو مور لطاست سر یو یو لند دما البته یو ویدیو هم کرانو چم تو کرده دقا و گوری بی هم را سر ملتیا اکلی مور لطاست سفالیگری یکی از مهمترین و قدیمیترین هنرهای دستی بشر است که از سالهای متمادی در افغانستان رونق داشته است. در افغانستان سالها پیش از میلاد اولین نشانه پیدایش کوره باخت در صنعت سفال دیده می شود. در حدود 1000 سال پیش از میلاد چرخ سفالگری ساده‌ای که آن را با دست می گرداندند ساخته شد. همچنین هزاران سال پیش دهقانان و چوپانهایی که در دامنه های حاصل خیز هندوکش زندگی می کردن، این مردمان صنعت ابتدایی خانه‌سازی را با خشت خام و سفالگری را به شهرها آوردند و بعدها در عصر مس تجارت آن به کشورهای اولیه باختری از طریق ایران امروزی و بین النهرین شهرت یافت. در زمان تیموریان سفال و کشیدن نقش ها بالای اشیای سفالی بنا شد. ساختن کاشی در زمان تیموریان نیز ساخته شده است که نمونه آن تا فعلا در شهر مزار شریف دیده می شود. ساختن ظروف سفالی که تا کنون در تمام افغانستان مروج است، در افغانستان ظروف سفالی در شهر کوچک به نام استالب ساخته می شود که شهرت جهانی دارد. رنگ ظروف استالفی معمولاً سبز می باشد.